سلام مجدد. خب، موضوعی که شما توی کتاب و نوشته هاتون بهش اشاره کردین که من فاحشه ها رو دوست دارم، بگم که یک سری از کسایی که از دور یا نزدیک با کارهای شما آشنایی دارن خیلی برداشته اشتباهی میکنن راجع به این موضوع، چون این موضوع هرچی که باشه، هر تفسیرهایی هم که توش باشه، از اصل تعریف اصلیش که نمیشه من فاحشه ها رو دوست دارم یه برداشت کلی میشه که شما خودتون میدونید در جوامع ما فاحشه یه تعریف به قول معروف ثابتی داره، یعنی طور نیست که من مدلم این منظورم این مدل فاحشه است یا اون فاحشه، فاحشه فاحشه است کسی که جسمشو در برابر مبلغی حالا کم یا زیاد در اختیار دیگران میذاره، و بسیاری از این فاحشه ها هم هستن که واقعا نیاز مادی ندارن، هستن کسایی که نیاز مادی ندارن، فقط این ذات فاحشه بودن در درونشون هست که ما نباید این مسائل رو با هم قاطی بکنیم. به عنوان مثال همون خانمی که الان من تو مکالمه قبلی بهش اشاره کردم و الان میخوای اسمش هم ببرم یا نبرم، خودتون میدونید بعد از سلام علیک ابتدایی مثل یه رستوران که شما وارد میشین بعد از خوش آمدگویی به شما منو رو میذاره، همونطوری که از تصاویری که براتون فرستادم و مطمئنم هستم که خودتون هم میدونید که این داستان چجوریه، منوشو گذاشته و نرخ قیمتاشو گذاشته و خدماتی هم که توش نوشته واقعا خیلی خدمات پیش پا افتاده و سطحی هستش که من با شناختی که از ایران و اصلا کل دور و بریام دارم دیگه این مسائل خیلی پیش پا افتاده، مثل چت و این مسائل با اون مبادلاتی که ایشون نوشتن. حالا شما وقتی میایین، شما میاد از یک قشری واقعا حمایت میکنین و میفرمایین که من فاحشه ها رو دوست دارم، خب این عواقب بسیار بدی داره. یک، برای خود زیبان ناوک نگرانی من به عنوان یک کسی که یه سری از کارهای شما رو دوست دارم، من یه سری رو دوست دارم، من کل کاراتون رو دوست ندارم، یه سری از کارها رو من دوست دارم، اون مرشکنی، اون جسارت، البته یه نکته خدمتتون عرض کنم تو پرانتز، همون شخصی فرض کنیم که من امثال همون خانم، اینی که مثلا با جسارت میگه من با همسرم و دوست پسرم در این خونه میخوابم و به هر دوتاشون خدمات میدم، به نظر من این کار شاخی نیست، این دردیو از دیگران درمان نمیکنه. خب این جسارته، خب قبول، من چرا فرنگ برهنگی خانم ناوکو دوست داشتم و کسی که از این موضوع حمایت میکنه به این خاطره که ما واقعا اوریان متولد شدیم و این لباس تنمون هست، خب بسته به نوع و فضای جغرافی فرق میکنه و حتی خودتون هم میبینید اصلا یه سری جوامع اومده مثلا برهنه زندگی میکنن. موضوع اصلی شمایی که در یکی از مطالبتون اشاره میکنید به موضوع من فاحشه ها رو دوست دارم، باعث میشه یک تمام طرفدارا و تمام کسایی که تعهد نمیگم طرفدار کسایی که پیگیر کارهای شما هستن احساس بکنن که اصلا خود موضوع به چند همسری زیبا ناوک این همین داستانه، فقط تفاوتش اینه که زیبا ناوک از این ور واقعا مثل یک همسر نگاه میکنه به دوست پسرش و پولی نیست، یعنی ویزیتی نیست، از این ور این میاد چی میگه، میگه آقا جون مثلا من اینقدر پول میگیرم. تنها تفاوت فاحشی که در نگاه بسیاری از کسایی که واقعا هم کسای عادی رو نمیگم، اما کلی من میگم اینو چون من با چند تا از دوستای خودم راجع به موضوع صحبت کردم و اونا رو حرف منو تایید کردم و گفتن که هرچند که اون افراد مثل من انقدر جسارت نداشتن که مستقیم بیان با خود شما صحبت کنن، ولی من راجع بهشون مثلا این سوالا رو پرسیدم، گفتم که آره واقعا تو راست میگی ارسلان، خیلی اینجوری فکر میکنن وقتی که دارن نگاه میکنن که مثلا فرض کن خانم ناوک بود 40 تا 50 تا همسر داشته، 40 تا 50 تا در واقع دوست پسر داشته. سوال اصلیت اینه که یا نگرانیت اینه که مردم برداشت منفی بکنن و در کنارش هم مثلی افراد، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، و در کنارش هم مثلی افرادی که ذاتاً فاحشه هستن خودشونو آویزون میکنن به این مطلب شما که ببینید خانم ناوک از ما حمایت میکنه پس کار ما اصلا کار اشتباهی نیست. ببین من اولا که اصلا همین آدما احساس امنیت بکنن که راحت حرفاشونو بزنن، این خودش یه دستاورد بزرگه.
یعنی تو چرا که خیلی از این فاحشه هایی که توی جامعه ما هستن هرگز نمیگن که ما فاحشه ایم که، و اینها چهره های دوگانه دارن و مثلا در یک جایی مثلا شوهر خودشو داره، شوهرش فکر میکنه این حضرت فاطمه است، خب در حالی که فاحشه‌گری هم میکنه. درسته؟ من موارد زیادی رو داشتیم. اگر ما حتی به جایی برسیم که این افراد بیان مثل حالا بگیم این بخش زیبا ناوک رو بگیرن که بیان راحت علنن و از این مسئله خودشون صحبت بکنن و حتی قیمت بذارن برای سکس خودشون، برای روابط خودشون، حتی منوی خودش رو صریحا بگن با اسم واقعی خودشون، با عکس واقعی خودشون، و حراسی هم نداشته باشن از این که دیگران اونها رو بشناسن، این دستاورد کم نیست. چرا که اون بخش مسئله زیبا ناوک رازنداریه و اینکه انسان از کاری که میکنه دفاع بکنه، این مسئله رو اینها دارن انجام میدن. خب و از اون ور مسئله فاحشه ها رو من اگر دوست دارم و مطرح میکنم، حالا اینکه این خانم بیاد یه قیمتی رو بذاره بگه مثلا من نمیدونم 10 میلیون میگیرم یا نمیدونم 20 میلیون میگیرم یا نمیدونم برای سکس تلفن، ممکنه خب اینم مثلا یه مشتریای کسایی رو پیدا کنه، مثلا یه عربایی رو یا نمیدونم سرمایه‌دارایی هستن که الان شما تو این کلیپ ها پیدا میکنید، میبینیدم که مثلا میرن برای فلان خواننده تمام از سر تا پاشون پول میریزن. بله اینجام هست ثروتمنده. شاید اینام یه همچین دنبال یه همچین مشتریهایی باشن و بخوان که یه همچین کارهایی رو بکنن. من فاحشه ها و جنده ها و فاحشه ها رو که گفتم دوست دارم از این جنبه که این بخش از جامعه ما حداقل یک صراحت برخورد دارن و این که طرف کسی مشخصا منوی خودش رو به قول شما میذاره جلو و میگه یا قبول میکنی یا نمیکنی. ما اینجا یه کلوپ هایی هستش که شما میری مثلا یه شامپاین هست 3000 یورو میدی برای یه دونه شامپاین، خب ولی این پشتش این تحت عنوان اونه، ولی میگه شما این شامپاین رو که میخرید شب تا صبح در اختیار شما، مثلا فرض کن این خانم ها هستن فلان هستن، خب ممکنه یکی مشتریشو داشته باشه، خب ولی شما این ور آگاهید، راحتید، میتونید نبگید. درسته؟ بنابراین این که تکلیف روشنه، این جنبه من فاحشه ها رو ترجیح میدم به تمام این دخترایی که با تریک و با نمیدونم دوگانگی میان، مثلا فرض کن عزیزم اینجوری اونقدر رولای قشنگی رو بازی میکنن، بعد میان میرن مثلا درست یک هفته بعد از ازدواج طرف مجبوره، من موردی رو اینجا داشتم، گفت مجبور شدم 100 میلیون یه مغازه داشتم اونو بفروشم چی مهریه این دختر رو بدم، یا یکی دیگه بود که اصلا میگفت من از هر چی زن خوشگله متنفرم. یعنی این روابط آسیب روحیش دو پل هست، تا اونی که تا از ابتدا میگه آقا جان 10 میلیون میخوام. اصلا مشکل بسیار بزرگ مردها به نظر من در کل دنیا اینه که اصلا چرا باید مرد و بچه رو پرداخت کنن برای خدماتی که از درها میگیرن؟ چرا اصلا برعکس نباشه؟ خب ببین الان که چرا باید برعکس نباشه؟ برعکس هم هست عزیز من، کالبوی هم داریم، اینو بهش میگن فاحشه های مرد. حتی شبی یه دفعه مثلا میبینه برای ساعتی 500 یورو میگیره طرف. یا من الان خودم یکی از دوست پسرهای من تعریف میکرد که اون موقع که اومده بود اینجا مثلا زنهایی بهش معرفی کردن نزدیک 2300 مارک میگرفت، میرفت از با هر زنی سکس میکرد انقدر میگرفت. بنابراین چون این مافیای سکس از زنها بیشتر استفاده میکنه، چون خود این زنها هم خودشون رو، چون جامعه الان بیشتر در خدمت مرده و حتی تمام این فاحشه ها و اینها در خدمت مردها قرار گرفته میشه تا اینکه در خدمت خودشون. سیستم مافیای سکسی اساسا اینجوریه، اگر میخوایم توی سکس استفاده ایم بکنیم طرف دو طرفه هست، یه استفاده دو طرفه، نه اینکه انسان خودش رو به عنوان چه مرد چه زن میخواد ابجکت بکنه برای درآمد. خب اینم میشه، کما اینکه خب میگه که خب اینم به عنوان، من نفیش نمی کنم، شاید خودم این کار رو نکنم، ولی به عنوان یه بیزینس سکس رو انتخاب بکنه
خب انسان آزاده، جسم خودش رو به عنوان یک ابزاری برای بیزینس بکنه. ولی به هر حال من میخوام بیام سر اصل جواب به سوال تو. چرا من فاحشه ها رو دوست دارم؟ به خاطر اینکه اینها یک برخورد مشخصی میکنن. میگه که آقا تو این کار رو میکنی، مثلا فرض کن من این خدمات رو جنسی رو بهت میدم و تو این مبلغ رو میدی، در حالی که در واقع 90 و نگم حالا 99%، ولی 90% روابط ما هم یه همچین حالتی رو دارن، در برخوردهاشون معامله گرانه است، اما تحت عنوان عشق و علاقه و عاطفه و اینها معرفی میکنن. البته من یک کلیپی هم تو این رابطه دارم به نام صیغه بهتر از فاحشه‌گری، چون اعتقاد دارم که اگر زن توی صیغه، زن وقتی خودش رو میگه من برای یک ماه با تو هم این خدمات رو میدم، سکس رو میدم، هم مثلا با تو زندگی میکنم، ما با هم غذا میخوریم، ما با هم شاپینگ میریم، ما با هم روابط اجتماعی داریم، و این باعث میشه که اون مرد فقط در بعد صرف جنسی متمرکز نشه. بنابراین فاحشه‌گری هم ضمن این که من این بخش رو، این کسایی که فاحشه‌گری میکنن و نیاز جنسی افراد رو برآورده میکنن که باعث جلوگیری از خیلی از فسادهای دیگه هست، طرف فشارهای جنسی که مردها و یا زنها یا مثلا کسایی که دارن از طرق دیگه رفع بکنن، مراجعه میکنن به یه همچین چیزی جاهایی. در کل من اینها رو، این سیستم رو قبول ندارم، این روابط رو قبول ندارم که انسان فقط با یک انسان دیگه به خاطر رابطه صرف نیاز جنسی ارتباط برقرار کنه. خب شما چه خدماتی به همسرتون میدین در مقابل مثلا کارهایی که ازشون میخواین؟ اصل مسئله‌ای که من در رابطه با همسر مطرح کردم و اینکه کلمه همسر رو اکسترا روش تاکید کردم و گفتم اینها یکی از همسران من هستن، یکی از دلایل مهمش این بوده که توی جامعه اینو بیارم که یک زن میتونه چند تا پارتنر داشته باشه، حالا چه رسمی چه غیر رسمی، و این کسایی که من حتی غیر رسمی به عنوان همسر خودم انتخابشون کردم، از همون کسایی که خیلی ها در زندگیشون به عنوان همسر رسمی انتخاب کردن، اون روابطی که من با اینها داشتم بیان بررسی کنن و حاضرم تمام روابط خودم رو زیر ذره‌بین برای کالبد شکافی جهان و تاریخ بذارم، بعد بیان قضاوت کنن ببینن که اون رابطه‌ای که زیبا ناوک با به اصطلاح همسران خودش داشت، که دیگران نقد میکنن که میگن این همسر نیست یا فلان، حالا ما میگیم همسر، با اون رابطه‌ای که آدمایی که معتقدن ما همیشه از ابتدا با عقدنامه و با نمیدونم امضا و با تعهدای نمیدونم به همدیگه ابدی این قراردادها رو بستن، بیان اینها رو هم، رابطه ها رو بذارن کنار هم، بعد ببینن مفهوم وفاداری، مفهوم تعهد، مفهوم عشق، مفهوم دوست داشتن، مفهوم یک همزیستی یک انسان با انسان دیگه در یک رابطه چیه. واسه همینه که من اینها رو مطرح کردم. از اون طرف به خاطر اینکه همسران که گفتم، تنوع طلبی رو بگم همه ما در ذات خودمون تنوع طلب هستیم و با یک نفر ارضا نمیشیم، ولی این مسئله خیلی راحت برای مردها در این جامعه پذیرفته شده ولی برای زنها نه، و اگر زنی چنین کاری رو بکنه به شدت محکومه، اگه مرد این کار رو بکنه میگن که خب عادیه. پس بنابراین یه مسئله دیگه هم که خواستم از همسران به کار ببرم این بوده که تنوع طلبیه. و اما اون مسئله خدماتی که به هم دیگه میدیم، من در رابطه همسری همیشه احساس و اون عشق و اون رابطه عاطفی رو خیلی مهم میدونستم، تعیین کننده میدونستم در این، و رابطه‌ای که ویژه انسانه. شما ببینید تو روابط جنسی حیوانات خب غرایز اصلی ترین رول رو بازی میکنن، در روابط زناشویی معمول جامعه ما هم در واقع غرایز اصلی رو بازی کردن،
اما کسی به اون اقرار نمیکنه. من معتقدم از اون زناشویی های معمولی که تو جامعه ما هست ولی اقرار نمیکنن ولی در نهایت در عمل اون غرایز تعیین کننده است، من عملا تو روابط خودم ورای اون غرایز رو تعیین کننده دونستم. احساس عشقی، عشق، چون عشق و عاطفه یه چیزیه که تو فقط غرایز توش نیست، بلکه شعور، منطق، یک احساس ورای صرف غرایزه. بنابراین من برای من توی همسرانم، تو انتخاب روابطم همیشه این مسئله خیلی تعیین کننده بوده. یعنی بیام بگم که اگر کسی باهاش این احساس منو برمیانگیخت حتی به اندازه یک گوشه‌ای، به هر حال این عواطف، این عشق، اون چیزی که بود برای من خیلی مهم بوده. اگه بگم در اکثریتش این یعنی اساس روابط من این بوده که اگه خواستم بگم. اما بودن کسایی هم که خب یه روابط احساسات سطحی تری هم باشون داشته، یه جایی با یکی یه مسافرت میره، از یکی خوشت میاد، میشینی حرف میزنی، یه تشتل مشتلی به قول معروف، یه لاسی، یه چیزی هم میزنی، خب اینم این رابطه یه که برای هر دوتاتون یه لذتی میده و اینم اکسپتابله، ولی به عنوان یک همسر نمیشه از اون نام برد. ببین من روابطی بوده با هم باشون رابطه جنسی نداشتم ولی برای من ارزشمند بودن و من بیشتر از اون چیزی که یک، یعنی من باید تو روابطم باید بیاد. من واسه همینه که همه روابطم، همه زندگیمو دارم علنیش میکنم، علنی میکنم و تا اونجایی که توانی که دارم از همه خواستم، گفتم بیایید. الانم یه سری کلیپ هایی هست بعد از این هک شدن و اینها دیگه گذاشته نمیشه. من یعنی 400 تا کلیپ داشتم، 100 تاش دیگه من نمیذارم این کلیپ ها رو، گذاشتم برای کسایی که واقعا بیان بخوان که خودشون این کلیپ ها رو بگیرن. میخوام میگم انسان ها باید خودشون هم یه مقدار استخراج کنن، میدونی؟ این نیستش که من به اندازه کافی در یک زمانی همه چیز رو گذاشتم در اختیار همه، همه چی رو، خب و بیشتر و الانم گذاشتم و میگم که خب بیایید بازم بیایید استخراج کنید، ولی برای استخراجتون خودتون دیگه زحمت بکشید دیگه. من همینطور الماس ها، دور ها رو براتون گذاشتم که سرمایه های انسان شناسی بوده. اگه بیشتر میخواید خب بیاید استخراج کنید. من یه سوال خدمتتون عرض کنم. من مطالب شما رو پیگیر شدم. یه سری از کسایی پرسیده بودن راجع به سکس با مهارم. من خودم این مشکل رو دارم. خب چه مشکل ها عرض میکنم؟ من خاله‌ای دارم خب که بسیار منو دوست داره، یعنی دوست داشتن ما برای دوست داشتن های دیگر، خب ولی خودش به قول معروف خیلی با احتیاط اینو بیان میکنه با من. فاصله سنون هم کم هستش، یعنی حدودا شاید در حد 10 سال 12 سال. شما فرمودین که تو مطالبتون که باید این قدرت رو داشته باشین با جسارت و برین اصل مطلب رو بگین و بدون نمیشه همچین چیزی. یعنی من اگه مستقیم اینو به خود شخص ایشون هم بگم، خب شما انتظار دارین که ایشون هم اطرافیانش بگه، به شوهرش بگه؟ نه اول شوهر داره؟ بله بچه هم داره. خب شما ایشون رو دوستش دارید؟ بله. یعنی احساس جنسی دارید؟ آره، همون دیگه. احساس جنسی بهش داری، چون آره. دوست داشتن یه گفتی وارد. خب فقط به همینا هستن، کل طایف این ور زیادن، فقط من به این روی آره، به این روی متمرکز. خب آره. ببین این مسئله فکرتو مشغول کرده؟ آره مشغول کرده. خیلی خوب، تو مرحله اول من که بهت نگفتم که برو سکس کن، خب بهت میگم برو بیان کن به خالت. ببین بیان که میکنی میگی که نه، بیان این جرم داره، کسی نمیتونه هیچ چیزی رو به خاطر بیان این مسئله از تو بگیره. تو میگی که من یه همچین حسی رو دارم، اذیت میکنه منو، همش تو ذهنمه. وقتی که اینو به خود خالت، اسمش چیه؟ ستاره. میگی ستاره ببین من این مسئله فکرم اشغال کرده، من میخوام اول با خودت این مسئله رو حل کنم، بدونم که تو ممکنه اون حرفایی رو بهت بزنه که این احساس تو خودش رو تهنشین کنه.
میدونی؟ مثلا برگرده بگه که من هم یه همچین احساسی رو دارم. ببین یه سری مراحلی هست انسان میتونه بره جلو. ببین تو الان شعور، عقل برای تو خیلی حاکمیت داره، چرا که همین الان این کارو نکردی، خودتو جلو تو گرفتی، درسته؟ ولی این احساس داره تو رو آزار میده. ببخشید نمیخوام حرفتون رو قطع کنم، واقعا معذرت میخوام. من به خاطر فن بیانم، به خاطر موقعیتم، به خاطر هر چی که هست، خب من تا حالا در برابر هیچ چیزی نتونستم، یعنی دوام تونستم مهارش کنم. یعنی هر جایی که من رفتم بدون اینکه مثلا خودم صحبت کنم، سر صحبت رو با هم باز کردن. یعنی من با این سنم، 28 سال که من سن دارم، قد یه آدم 50 ساله، من با جنسی مخالف ارتباط داشتم و ارتباط خیلی جالب و زیبا، نه ارتباطی مثلا با اون موضوع جندم که شما صحبت کردیم. من تو کل زندگیم یک دفعه در دوران دانشجویی اونم با یکی از دوستام وارد همچون خونه ای شدم، وگرنه من بعد از اون موقعیتی که داشتم به خاطر موقعیت شغلیم، چون من عکاس مدلینگم و دیزاینرم و طراحم، خیلی جاها میرم نمایشگاه این بر اون بر اون بر، اصلا خودشون میان به سمتم از سن، از 17 سال تا سن بالا 50 سال هستم مورد. پس به هر حال تو این روابط رو داشتی، الان میگه آزار آنچنانی. من اصلا مشکل این موضوع ندارم، من خودم به شخص آزار بارم. جنسی رو نمیگم که، چون ممکنه نیاز جنسی به هر حال فکرت رو یه بخشش رو گرفته. حالا احساس این... میکنم باید این کار رو انجام بدم، اصلا احساس میکنم آفرین. خب انجام ندم اشتباهه. خب حالا تو این مسئله رو، این خالت رو چند بار دیگه بار میبینی؟ متاسفانه از اون موقعی که مهاجرت کردم و خود شما در جریان هستید، حدودا سالی دو بار. خب باش ارتباط تلفنی داری؟ یه ماه پیش خونهشون بودم. خب یه ماه ارتباط تلفنی داری؟ ارتباط، آره ارتباط تلفنی. وایبری داری؟ آره. خب خیلی خوبه، تو براش به صورت یک متن امروز براش بنویسیم. از راه دور هیچ کاری بهت نمیتونه بکنه. میگه عزیز من ببین، این احساسات من، این مسئله تو میگی فقط بیان احساسمه، برای اینکه من میخوام خودم رو در این رابطه، این پرندهی که توی مغزمه و هی مثل قفس خودش این ورم ورم میکوبه، رهاش کنم. خب ببین ارسلان، اگر تو این کاری کردی، وارد مرحله بعدی من با تو میشم. بعد از اینکه این انجام دادی، باز تا بشه به من گفتی، تازه اون موقع خواهی دید که چه نتایجی برات پیش اومده. مطمئنم که به قول معروف چیزایی که شما میفرمایید در این زمینه. ببین این کار، یه ذره انسان ها بایستی با من یه مقدار با اعتماد بیان جلو. نتیجه... من که اعتماد دارم. آره. من اگه این اعتماد رو داری ببین، یه ذره باید ریس بکنی، بگی که زیبا من از این از بالای این پل میخوام رد بشم. میگم خب دست من، دستم رو اگر اعتماد داری چشمتو ببن، دستو بده به من یکم. بعد که میگم رفتم یه قدم جلو، میگم حالا چشمتو باز کن. موضوع دیگه خیلی مهمه اینه که چرا من هیچ وقت سیر نمیشم. این که یعنی خیلی مهمه، اونو که بعدنها میتونی به من جواب بدین، حالا اگر وقت نکردین. من از سکس سیر نمیشی؟ اصلا مطلق. و یه مرض دیگه که من دارم، ببخشید البته، یه مرضی که دیگه دارم، من دور و برم آدمای جوون خیلی زیاده. من نمیدونم، من مرض دارم، فقط حداقل طرف باید دو برابر من سن داشته باشه. خب یعنی حداقل 1.5 برابر. وهله اول جوابم برای تو اینه که هر دوتا حالت خودتو فعلا سرزنش نکن، تا بعد در جلسه بعدی بهش بپردازیم. باشه، حالا آخرین حرفم که دیگه میشه موضوع پایانی و خداحافظی، خب همون حرف اولین بار منه. خب من از شما یه سوال پرسیدم که چرا توی عکساتون شما کس طور تیغ نمیزنی؟ آره ببخشید واقعا. نه اشکال نداره، راحت زیبا. من زیبا جان استاد، من روم دیوار واقعا. چرا؟ راحت، من میخوام بگم هم سرت هم پایین نباشه، راحت بپر. ببین بانا. من قبلنها این کارو میکردم، تیغ نمیزدم. نمیدونم ایران که بودم از این واجبی و نمیدونم از این جو چیز میزا و قدیما میذاشتی. بعد از این مدتی، بعد که اومدم آلمان، من اصلا با بدن خودم آشتی کردم، با طبیعت خودم. این جزوی از بخشی از طبیعت خودمه، منتها چون که بعد در یه اندازه اکسپت کردم که میکسی شده از حالت به قول معروف گذشتم و حالتی که هیری که آلمانیا دارن و اروپایی ها دارن کامل. و من اینو حدود چند میلیمتر دوست دارم اینجوری باشه. و بعد تا یه من میرسه مثلا تا یه از چند میلیمتر. آره نه، نه میز، یعنی من هیچ وقت تیغ نمیزنم،
بلکه ماشین میکنم به اندازه 3-4 میلیمتر، بعد این میرسه به یه سانت، یه سانت، یه سانت و نیم، بعد دوباره ماشین میکنم. حالا همون دیگه هم سانت بعد ما زمانی یک سانت شما مثلا اگه قرار باشه عکسی رو بگیریم لازم مثلا میگیریم. نه ببینم موضوع. اگر یه عکس دیگه اینجوری در اون مرحله داشتم برات میفرستم. زیبا جان مرسی، خیلی انرژی زیادی من گرفتم، لذت بودم از حرف